میشه لطفا خودتون رو معرفی کنین و بگین که در چه زندانهایی بودین؟ من نازنین صدیقی هستم. دو بار زندان رفتم. یک بار سال 1365 و یک بارم سال 1375 خورشیدی. در مجموع میتونم بگم که بیشتر در زندان اهواز بودم. زندان کارون اهواز بند نصفان اگر درست تلفظ کنم. سه ماه هم قزل حصار کرج بودم، مرحله دوم که زندان بودم. آیا شکنجه شدین؟ بله، بار اول خب یه دختر بچه 15 ساله بودم، به تب یه مقدار کله شق بودم. کوپن داشتیم ما، یه جورایی نماز نمیخوندیم، جمع میکردن هفته 30 ضربه شلاق میخوردیم. بار دوم ولی خیلی بدتر با هم رفتار شد. توی بازجویی در یک روز 5 بار به من تجاوز شد، 3 نفر به من تجاوز کردن. بعد توی یکی از بازجویی ها من به شدت مورد ضرب و شتمشون قرار گرفتم و با قنداق تفنگ زدن و زانوی پای چپ منو شکوندن که حدوداً باعث شد که من کلاً پای چپمو به یه نوعی از دست بدم. یکی دیگه از شکنجه هایی که من شدم، تو اصطلاح خودشون میگفتن قپون، دیگه نمیدونم دقیقاً اسمش چطوری، که دست ما رو از پشت میبستن و بعد از حدود من فکر میکنم 3 تا 4 ساعت قپون شدم که بعد از حدود 20 دقیقه وقتی که حتی یه ضربه خودکارهای بیک به بازوت میخوره تمام بدن درشه میفته. این یکی دیگه از شکنجه هایی که بود شدم. شلاق و کابل خوردن که یه چیز نرمه برای زندانی سیاسی توی زندانهای جمهوری اسلامی، ولی بدترین قسمتش تجاوزی بود که به من شد. فکر میکنم اون میشه پوشش داد تمام شکنجه هایی که من شدم توی زندانو. حتی وقتی که پامو شکوندن و من شکستن استخونای پامو صداشو شنیدم، به اندازه مورد تجاوز واقع شدنم دردناک نبود برام. میدونم خیلی دردناکه براتون، ولی میتونیم بیشتر برامون بگین؟ این کمک میکنه بینندگانمون ببینن واقعا چی گذشته تو زندان به کسانی مثل خودتو. تحقیر میشدی، تحقیر یه چیز همه روزه بود. موقعی که بار اول زندان بودم، یکی از مشکلاتی که برای من مثل یه دختر بچه 15 ساله بود این بود که ما فقط 3 بار در روز اجازه داشتیم توالت بریم. همه ماها توی اون بندی که من بودم حداقل دچار مشکل مجاری ادرار شده بودیم، به خاطر که اجازه نداشتیم هر وقت که بخوایم بتونیم بریم توالت. و یکی دیگه این بود که موقع غذا خوردن ما رو می‌بردن برای همین که سفرمون رو پهن می‌کردیم که غذا بخوریم، یکی از ما رو حتما صدا می‌کردن و می‌بردن برای بازجویی. یکی دیگه از شکنجه‌هایی که من داشتم این بود که ما رو می‌بردن یه جای خودشون می‌گفتن زیر 8 و با چشم‌بند بودیم همیشه دیگه قاعدتاً. و میومد یک بار من 8 ساعت اونجا نشستم، بارها اومدن دست گذاشتن روشونه من، بعد با کلی فوش و توهین، بعد میگفتن نه 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 تو نه، بغل دستیته، بغل دستیمو میبردم. من صدای تیر و اینا رو میشنیدم سال 65 که زندان بودم، ولی همبندیان میگفتن که نه، اینا چندین موتور رو با هم روشن میکنن، فقط میخوان ماها رو شکنجه بدن. اما خب همون بود دیگه، شکنجه بود، یعنی ما رو اعدام روحی میکردن در واقع. من یه آن چشم باز کردم و دیدم اینا 3 نفرن که توی اتاق هستن و یکیشون
استاد اخلاق من، اخلاقیات من توی دانشگاه بود که یه آخوند بود، آخوند امام سفید بود. اینا فامیلش رجبی بود. بعد اینا به من تجاوز کردن، تجاوز کردن و هر کدوم قصدشون توی تجاوز، من نمیتونم بگم لذت جنسی بود، خورد کردن انسان بود. چون که یکیشون دستای منو میگرفت، اون یکی به من تجاوز میکرد و یکی دیگه وایستاده بود به من فحش میداد، همزمان توهین میکرد به من. و بعد از اینکه این کار کرده، من یه دو سه ساعتی ویل کردم و باز دوباره اومدن سراغ من و شروع کردن منو زیر فشار گذاشتن، با من صحبت کردن که تو میدونی اون کجا رفته، اون کجا الان با تو ارتباط داره. گفتم من تو زندانم، من از جای خبر ندارم. و شروع کردم خیلی فحش دادن و حرفای خیلی زشت زدن، که یکی از حرفاشون این بود که مثلا خانواده تو، مثلا مامان مادر تو نظامی بوده و یا هرچی، یه توهین میکردن به مادرم. و من دیگه این برام قابل تحمل نبود. گفتم که من به اینا برمیگشتم، گفتم من با شما طرف هستم، شما چی کار با خانواده من دارین؟ تک زدن، مثل توپ فوتبال شده بودم تو دست اینا. نمیفهم، یعنی کتک های ضربه های اولو میفهمیدم ولی بعدش دیگه متوجه نمیشدم از کجا یا از چه سمتی من دارم کتک میخورم یا ضربه میخورم. فقط یک لحظه من متوجه شدم که پای من یه صدایی داد و من شکستن استخون زانومو با گوش خودم صداشو شنیدم و دیدم که استخون زانوم من زد بیرون از پای من. پای من شروع کرد خونریزی شدید کردن، ولی اونا باز به من تجاوز کردن. بعد از اینکه کارشون تموم شد، منو تو همون اتاق ول کردن. یه اتاقی بود کفش تمام سیمان بود. من دو روز تو اون اتاق بودم و جالبه که من بیهوش نشدم. من حدودا 3 ساعت استفراغ میکردم از فرط شوکی که بهم دست داده بود. اون دو روز دیگه بعدش هم یه حالت خودم حس میکردم بیدارم، ولی حالا نمیدونم بیدار بودم یا نه. بعد از 2 روز اومدن سراغ من، یه حدودا فکر میکنم 2 روز بود، دقیقا نمیتونم، اومدن سراغ من که منو ببرن. خونی که از پای من اومده بود تمام خوش شده بود به زمین. اینا وقتی که منو بلند کردن، تمام قسمت زیر پای من از رون تا زانوی من، تمام گوشت و پوست من جا موند روی زمین و منو کندن و بردن توی بهداری بیمارستان، بهداری زندان. 15 روز اونجا بودم و پرستارا نمی اومدن به من. ما زندانی بودیم دیگه، به ما رسیدگی نمی کردن. بعد از 15 روز یه روز صبح من بیدار شدم، دیدم یه چیزای سفیدی داره از پای من میزنه بیرون. قابل توجه دوستانی که اگه فیلم زامبی دیده باشن، من به چشم خودم دیدم که پای من کرم زده بود و کرمای سفید رنگ از پای من میزد بیرون. من به قدری وحشت زده شده بودم، شروع کردم داد زدن و پرستارا رو صدا کردم و پرستارا رفتن به رئیس بهداری، گفتن که این بو کرده، اصلا ما نمیتونیم وارد این اتاق بشیم. که منو بردن بیمارستان بقیت الله، بیمارستان سپاه پاسداران اهواز و 3 ماه اونجا بودم. و بعدم اینکه 1 سال بعد با مأمور توی خونه من بستری بودم تا اینکه حکمم تموم شد. چه شکنجه های دیگه شدین؟ کلن آیا دیدین آدم های دیگه شکنجه شده باشن؟ طبیعتا وقتی که هم سلولی هم شکنجه می شدن، خب وقتی که می اومدن توی، می آوردن می انداختنشون توی اتاق، خب ما می فهمیدیم اینا شکنجه شدن. ولی یه سنتی بود توی زندان، اینطور بود که تو هیچ وقت نباید، من یعنی اینطور یاد گرفته بودم،
خیلی بهتر بود که از دردامون صحبت نکنیم، سعی میکردیم با اون چیزایی که داریم همدیگر رو حالا دلداری بدیم، ولی کسی از دردش با کسی صحبت نمیکرد. من نمیدونم همبندیای دیگم، هم سلولیای دیگم مورد تجاوز قرار گرفتن یا نه، ولی من وقتی که تجاوز کردن فقط به یکی از همسلولیام تونستم اینو بگم و دیگه بعد از اون من نتونستم، چون که منو بردن دیگه بهداری، تو بهداری زندان بودم و دیگه نتونستم با کسی صحبت بکنم در این رابطه. اما کلن خب ما میدونستیم، ما میدیدیم که میان میبرن، به قول همسلولیام میگفتن خب امروز نوبت منه، پوپن منه، من برم شلاغمو بخورم بیام، شلاغمونو میخوریم. یه چیز عادی شده بود، شکنجه، تحقیر، شلاغ، فوش خوردن عادی برای انسان نمیشه، ولی مثل آدمی که احساس میکنه توی یه صحنه مبارزه افتاده و داره مبارزه میکنه، یه سری چیزها رو آگاهانه پذیرفته و مخصوصا با یه حکومت جنایتکار مثل جمهوری اسلامی وقتی که طرف هستی این یه چیز نرماله و تو حتما شکنجه میشی و تو حتما مورد شکنجه قرار میگیری. ببینید خیلی ها هستن که، یعنی حداقل تعداد زیادی هستن که مورد تجاوز قرار گرفتن، چه در بقای اخیر چه در طول سالیانی که جمهوری اسلامی سر کار بوده. بعضی از این کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتن نمیخوان هرگز در موردش صحبت بکنند و میبینم که شما خیلی با شجاعت میان صحبت میکنین ازش. چجوریه؟ چجوری این رو میبینین؟ البته من تا موقعی که خودم ایران بودم به خاطر موقعیت خانواده و اینا به کسی نگفتم اینو و بعدم متوجه شدم پدر من متوجه میدونسته، اما هیچ وقت به روی من نیورده بود این مسئله رو. ولی وقتی که خارج کشور اومدم اولین کاری که کردم، تصمیمی که گرفتم این بود که من اینو هر جا که میشینم بگم. من اینو فقط به دوستانی که توی زندان بودن و مورد شکنجه قرار گرفتن میگم که ماها قربانی هستیم، ما نباید هیچ عبایی، هیچ شرمی از این داشته باشیم که بگیم مورد تجاوز قرار گرفتیم. حکومت جانی، یک حکومت ضد زن، یک حکومت ضد بشر بر ایران الان حاکمیت داره و دست به هر کاری میزنه برای که بتونه صدای مبارزین رو خفه بکنه. شکنجه یکی از نرمای جمهوری اسلامی در زندان هاست. حالا ممکنه دوستانی در زندان مورد شکنجه، مورد تجاوز قرار نگرفته باشن، خب چه بهتر، ولی به نظر من اون عده از دوستانی که مورد تجاوز قرار گرفتن، ماها وظیفه داریم که اینو به جهان، رو به جهانیان، رو به همه مردم اعلام بکنیم که هرچه بیشتر و بیشتر چهره کثیف جمهوری اسلامی رو رو بکنیم. این وظیفه ماست و نباید شرمی داشته باشه. حضرتون خیلی تشکر میکنم.